خدمت نمایشگاه ببینیم چه خبره. الان داریم میریم سمت ناشران آموزشی، اونجا براتون میدیم. داداش کنکوریمون هم اومده که کتابای مورد نیازش رو تهیه کنه. برای رفتن به انتشارات های آموزشی این همه پله حداقل آسانسور میذاشته. دانش آموزانی که تا آخرین روز نمایشگاه دیگه سر کتاب، کلاس، آزمون و مشاوره همه با همه. نظرتون در مورد نمایشگاه چه بگید؟ بونمون رو استفاده نکردن. یه بون 50% داشتم قبول نکرد. بعد اومدیم به همه بون 25% دادیم. همین سه تا کتاب، دو تا کتاب و نصفی شد 220. دو تا کتاب و نصفی به خاطر اینکه یکی از کتاب ها کتاب یه دونه جدول هم داریم. یه نمایشگاه داره تعطیل میشه، بریم بخش ناشران دانشگاهی. منم یه دونه کتاب میخوام بگیرم برای امتحانم و دیگه خدافظی. این بنده اینا که هم تازه این دستگاه سرچ میکنید اسم انتشارات یا کتابی که میخواید کجاست و بعد بهتون آدرس میده که تو کدوم سالن میتونید دنبالش بگردید. این بخش ناشران دانشگاهی هست که اختصاصاً کتاب‌های پزشکی و علوم پزشکی داشتن که یه دونه هندبوک حالا آکسفورد من پیدا کردم اینجا که خیلی هم کتاب خوبیه و قیمتش هم 290,000 تومان بود، ولی چون چاپ 2017 بود و قدیمی بود نخریدمش. این پوسترای خیلی جالبم از انتشارات تیمورزاده است که باز یه انتشارات پزشکیه. انواع مختلف سیستم‌های بدن رو مثل سیستم اسکلتی، سیستم عضلانی، قلبی، گوارشی همه اینا رو داشت و قیمتش 20,000 تومان بود. این کتاب فیزیکال اگزم یا همون معاینه بالینیه که یکی از اصلی ترین کتاب های پزشکه و این دوتا کتابی هم که اینجا من خریدم کتاب های مایند مپه که همه چی رو به صورت درختی براتون آورده و همش جدول و توی ذهنتون خیلی بیشتر میمونه.
میگیرم. خب گفت هر دو تاش با هم میاد در خونه. رفتیم اون کتابی که من می‌خواستم پیدا کردیم، بعد گفتش 900 تومنه، الان تخفیف خورده 670 تومن، ولی جلد دومش نیست. دوباره بعد دوباره اشکال نداره بابا. خوب نبود. بعد همش اینجوری بودم که 670 تومن زیاده برای یه کتابی که فقط برای امتحان و اینا. بعد دیگه هی اصرارم میکرد که این تا فردا فقط همین قیمته، اگه میخوای همین الان واسم بشه. بعد فکر کنم من بهش گفتم باشه ما یه دور بزنیم. مگه میشه بیای نمایش که کتاب ولی چیزی نخرید؟ حماسه فرهنگی ساندویچی. کلن هم خیلی خلوت بود، هم غرفه ها کوچیک شده بودن. بعد توی غرفه ناشران عمومی که رفتیم همش از اینا بود که مثلا مذهبی طور بودن و اینجوری بودن اکثر ناشرای عمومی، و میدونم که خیلی از ناشرا اصلا شرکت نکردن امسال توی نمایشگاه. بعد حتی دانشگاهی ها و کلن خوب نبود به نظرم، خیلی اون چیز قبلی رو نداشت اصلا. البته این که بعد از دو سالم که مثلا کووید هستش و تازه دوباره شروع شده، ممکنه که یکم طول بکشه که دوباره برگرده به اون حالت اول. و اینکه خیلی ها به صورت مجازی میتونن مثلا الان داداش من کتاب گرفته از سایت با 30% تخفیف، اینجا 25% همون تخفیف میده. یعنی دیگه الکیه واقعا نمیشه که، ولی جوش و یه خوراکی و این چیزا خوبه.